تبیین راهبرد علمی کشور. رهبر معظم انقلاب در دیدار بیش از 1000 نفر از نخبگان جوان علمی، جبران عقب ماندگی مزمن تاریخی و تحمیلی کشور در زمینه‌های علمی را نیازمند تلاش جدی و دوندگی بیوقفه هر ایرانی باشرف و همه مسئولان، نخبگان، دانشجویان و استادان دانستند. ایشان با اشاره به افتخارهای علمی اخیر در زمینه‌های چون هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و نانو، حرکت‌های علمی سال‌های اخیر را موفق و امیدوارکننده توصیف کردند. در این چند سال اخیر، 7-8 سال اخیر، کشور یک حرکت عظیمی انجام داده، کارهای بزرگی انجام گرفته. البته بعضی گوشه کنار، تو دانشگاه، بیرون دانشگاه، یأس آفرینی و منفی بافی و اینها میکنن، اما بی خود میگن، دروغ میگن. بعضی غافلن، بعضی بدتر از غافل. حرکت انصافا حرکت موفقی بوده است. در این سالها کارهای بزرگی انجام گرفته. ملت، جوانان، مجموعه علمی، دانشگاه ها، مدیران علمی نشان دادن که استعداد خوبی وجود دارد برای این حرکتی که مورد نظر ماست. پیشرفت کردیم. این اقتضا میکنه که ما امیدوارانه تر پیش بریم. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند برای تکمیل و تعمیم این پیشرفت ها به همه رشته ها باید یک چرخه و منظومه علمی به هم پیوسته ایجاد کنیم تا پیشرفت های مقطعی، موردی و متکی به اشخاص و گروه ها به جریانی عام و پایان ناپذیر از پیشرفت علم و فناوری تبدیل شود. ایشان فراهم آوردن زمینه و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نخبگان را مهمترین راه حمایت از آنان خواندند و افزودند مسیر فعالیت نخبگان بر مبنای نیازهای علمی کشور در نقشه جامعه علمی مشخص شده است. تجاری سازی ایده مهم دیگری بود که رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های خود مطرح و خاطرنشان کردند. یافته‌های علمی و صنعتی باید بتواند به شکل صحیح تولید ثروت کند و مسئولان دستگاه‌های زیرفت باید از آغاز پروژه‌های علمی صنعتی به فکر تجاری سازی باشند. ایشان تشکیل حداقل یک پژوهشگاه در هر دانشگاه را کاری ضروری دانستند و خاطرنشان کردند. استفاده استادان بازنشسته در این پژوهشگاه ها می تواند حلقه وصل نسل جدید نخبگان و استادان قدیمی و مجرب دانشگاه ها باشد. رهبر انقلاب اسلامی فعالیت های حمایتی از نخبگان و توجه ویژه به مسئله نخبگان را در سالهای اخیر بسیار خوب و قابل تقدیر ارزیابی کردند و با اشاره به تلاش بیشتر در این زمینه افزودند. باید به گونه ای عمل کرد که پیچ و خم های رایج اداری شیرینی این خدمات را به کام نخبگان تلخ نکند. در ابتدای این دیدار هم تعدادی از نخبگان علمی نظرات خود درباره مسائل علمی و دانشگاهی و همچنین نتایج برخی کمیته‌های تخصصی هماندیشی نخبگان جوان را بیان کردند. تو این برنامه برای دو قسمتش بسیار مشتاق بودیم. یکی صحبت‌های حضرت عالی و طبق روال سال‌های گذشته جمعی از دوستان هم آمادگی پیدا کردند که مطالبی رو بسیار فشرده البته عرض کنند خدمت شما. شما اگر صلاح میدونید دوستان تشریف بیارین یا اینکه در ابتدا در واقع به راهنمودهای شما گوش کنیم. نه خیر، جوان ها مقدمن. بسیار خوب. اگر رشدی در علوم پزشکیمون، علوم فنیمون، علوم پایمون در ایران داریم به دلیل اعتمادی که به عالمان این رشته کردیم. حسالی از جمله افرادی هستید که در این اعتماد ورزی مساقید و شاهد مثالید. از جمله مرحوم دکتر کاظمی و دوستان دیگه ای که برکاتی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آوردن که اعتماد شما بخش اعظمی از اون اتفاق رو باعث شد. به علوم انسانی هم باید اعتماد کرد و عالمان انسانی هم باید اعتماد کرد تا نظریه های مرتبط با زیستبوم جامعه ایرانی حاصل بشه. من به مرحوم کاظمی اعتماد کردم و به خیلی های دیگه، چون دیدم کار نوی شروع کردن، متخصصین و اساتید علوم انسانی نشون بدن که یک کار نوی میخوان شروع کنن، از قالبا میخوان بیان بیرون، میخوان حرف خودشون و تحقیق خودشون رو بیارن تو میدون. اعتماد من
در خدمتتون است. آزاد اندیشی نیازمند پرورش و حمایت از سوی مسئولین مربوطه است، اما به طور مثال در شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیاری از اعضای آن به دلیل اشتغالات فراوان علمی و اجرایی در بسیاری موارد حتی زمان کافی برای ایجاد و ارائه دستاوردهای فکری خود را به صحنه شورا ندارند. به نظر می رسد این نقیصه بیش از آن که به قابلیت و اهتمام افراد محترم آن شورا برگردد، به ساختار غیر چالاک شورا برمی گردد. روشن است که اگر این شورا بتواند وظیفه خود را به نحو احسن ایفا نماید، می تواند منشأ برکات و تحولات بزرگی در عرصه علمی و فرهنگی انقلاب گردد. در ادامه حضرت آقا یه سری پیشنهاداتی هست، اگه اجازه بدید مکتوب خدمتتون بدم. زنده باشید. اگر در باب ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادی دارید و نظری دارید به ما بدید.